کتاب رسوخ، من در او، اثر نیما شهسواری. وقتی مرد از خانه بیرون آمده بود، مانند دیوانه ها مدام تکرار میکرد: مگر میشود؟ مگر امکان دارد؟ نه، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. همینطور با خودش تکرار میکرد و راه میرفت. آن اتفاق برایش حل شدنی نبود و نمیتوانست آن را درک کند. به طول این سالیان بارها و بارها چنین کارهایی انجام داده بود و حالا به خاطر می‌آورد وقتی یکی از دوستانش در برابرش ساعتها آسمان و ریسمان میبافت چه حالی داشت. اما بعد به خود تلنگر میزد اینها به هم ربطی ندارد و او دیگر خیلی نازنازی بوده و این حرف ها همهش عباطیل است. یاد دوستش افتاده بود که چگونه بر سرش فریاد میکشید و میگفت: این کارت معنای زشتی است، چگونه میتوانی به او دست بزنی و از این کار لذت ببری؟ چگونه میشود در ازای پولی تن و جان آدمی را بخری؟ خودش را به خاطر می‌آورد که به حرف‌های او می‌خندید و دلیل‌ها می‌آورد که این کاریست که همه می‌کنند. آن زن را مجبور به تن دادن به خواسته‌اش نکرده، خودش خواسته و در برابر مبلغی راضی به این کار شده. اما خاطرش هست دوستش چگونه فریاد زد و گفت: از کجا می‌دانی خودش خواسته و تو او را مجبور نکرده؟ آیا پول تو دلیل بر اجبارت نیست؟ آیا در زندگی شخصی آن زن بوده ای؟ آیا می دانستی برای چه به این کار تن داده است؟ آیا فکر نمی کنی شاید احتیاج به آن پول آنقدر برایش بزرگ است که مجبور شده تا به خواسته تو تن در بدهد؟ اما حالا به دل فریاد داشت: اینها چه ربطی به هم دارد؟ چرا در این شب و حالا همه اش به خاطرم آمده؟ چرا حرف‌های دوستم لحظه ای راحتم نمی‌گذارد؟ من که به تن و جان زنی به زور دست نبردم، من که تجاوز نکردم، ولی چرا امروز تا به این حد فکر می‌کنم متجاوزم؟ چرا فکر می‌کنم که آن زنها را من بدبخت کردم؟ آن روزها چطور فریاد می‌زدم و می‌گفتم اینها راهی است که خودشان انتخاب کردند و اگر من هم نباشم هزاری دیگر این کار را خواهند کرد؟ و وقتی دوستم میگفت تو آن یک تن نباش و اگر میخواهی بدون خریدن تنش و پاکی جانش به او کمک کنی، کمک کن، چطور به او میخندیدم؟ چه هزاران نفری که از من بدتر بودند، مگر نه این که برای باکرگان دندان تیز میکردند؟ مگر نه این که دردمندان شوهر مرده که فقیر بودند را به دام میانداختند و من فقط با زنانی که خودشان خواسته در ازای پولی به من تن میدادند با آنان هم بستر شدم؟ چرا اینقدر عذاب وجدان دارم؟ چرا اینگونه در درد واماندم؟ مرد حرف میزد و درونش غوغا بود. به میان خانه رفت، سرش را به بالین گذاشت و همسرش را دید که آرام روی تخت خوابیده است. این همه شبهایی که می آمد حتی یک بار هم به او نگاه نمی کرد، اما حالا غوغایی به دلش بود. زنی می دید که به درازای این همه سال صادق و نجیب به کنارش مانده و تمام زشتی های او را تحمل کرده است. می دانست که زنش همه چیز را می داند، اما هیچ به روی نیاورده و حالا هم صبورانه چشم روی هم گذاشته و باز هم نمی شنود و نمی بیند. نمی توانست به چشمان او نگاه کند، نمی توانست در کنارش باشد. آرام از اتاق به بالکن خانه آمد، سیگاری روشن کرد و به سوختن سیگار چشم دوخت و به یاد خانه‌ای که امشب رفته بود افتاد. این دیگر چه فرجامی است؟ چند باری از دیگران دوستانش شنیده بود که چنین انسان‌هایی هم هستند،
اما هیچ وقت باور نمی کرد و همه را به شوخی گرفته، اما حالا دیوانه شده بود. امشب در آن خانه به چشم خود دید که چگونه مردی جان همسرش را به فروش می گذارد، چگونه او را به مرد دیگری می سپارد، چگونه از این پول زندگی می گذراند. یاد زن افتاد که چگونه دردمندانه تنش را به روی او ارزانی می داد. سیگار به انتها رسیده و دستانش را سوزانده بود، گنگ و منگ بود. سیگار دیگری آتش زد، می خواست خودش نیز در میان سیگار آتش بگیرد و بسوزد. بزنش از پشت شیشه چشم دو بود. تمام وجودش شرم شد و به یاد دوستش افتاد که چرا فکر نمی کنی تو باعث بدبختی آنهایی؟ تو جان آنها را به بهای کم می خری و این عین تجاوز است. نفسش سنگین شده بود، حس خفگی تمام وجودش را فرا گرفته بود. با تمام این احساس دوباره پکی به سیگار زد و چند سرفه کرد. سری سرفه‌اش را به درون خورد تا مبادا همسرش از خواب بیدار شد. دوباره به یاد آن زن افتاد که صورت دردمندی داشت. شوهرش چگونه مردی بود؟ مگر میشد که اینگونه زندگی کرد؟ چقدر چهره ظالمی داشت؟ از میان چشمهایش شراره های آتش دیده میشد و جسم و جانها را میسوزاند. داغ بود، در آتش میسوخت. نگاهی به همسر کرد، اشک میریخت و جانش بالا نمیاد. احساس مرگ را هر لحظه تجربه می کرد و به یاد مرد در خانه افتاد، به یاد حرف های دوستش، به یاد فریاد های او که چه فرقی میان آدمیان است. چقدر ساده همه را قضاوت کردیم و حکم ها دادیم. فلانی بد است و ما هیچ از زندگی و دردهایش ندانستیم. چرا اون تن فروشی کرده؟ چرا با اینکه تو میدانی تنش و پاکیش را به بهای کم میخری و در خون میغلطانی؟ ناگهان فریاد زد، صدای درون بلند شد. سراسیمه به زنش نگاه کرد و دید که او خواب است. باز به دریای افکارش غرق شد. باز هم چهره آن مرد در دورترها را دوره کرد، در پی راهی میگشت تا او را از دیگران مجزا کند، اما هرچه میگشت هیچی پیدا نمیکرد. از او چهره شیطانی ساخت، شاخهایی به او بخشید. مگر میشد کسی در ازای پول ناموسش را بفروشد؟ و فریاد زد، مگر میشود کسی در ازای پول جان دیگری را بدرد؟ چهره مرد آشنا بود، نه شیطان بود و نه در دور دست ها، در همین نزدیکی بود و در کنارش نشسته بود، در همین بالکن و میان همین هوا نفس میکشید. سیگار به دست داشت و پک میزد. نمیدانست این اوست یا او ذره ای از این. باز نفهمید او آن را خلق کرده یا او مسبب تمام زشتی هاست. کلافه بود، هیچ نمی دانست. فقط می دید که هر دو از یک ذره و به یک فرجام می روند. در ازای بهای کم وجدان و شرف می فروختند و می خریدند و به همین سادگی زنده بودند و زندگی